محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ماست. آقای اولیایی فرد، چطور میبینید که یک نفر برای اظهار نظرش میتونه 10 تا 15 سال بازداشت بشه؟ بله، ببینید، من لازم اینجا بگم که این طرح توسط اتاق فکر نهادهای امنیتی در واقع دست نمایندگان مجلس رسیده، چون اصولا نمایندگان مجلس در یک سری طرح‌های تخصصی اقتصادی امنیتی دخالتی ندارن، یعنی تخصصشو ندارن. بنابراین این طرح‌ها یا از طریق بیت رهبری میاد یا از طریق نهادهای امنیتی میاد. نمونه این هم ما داشتیم در سال 87، قانون اصلاح مطبوعات به مجلس اومد که و بعد مشخص شد که این طرح آقای سعید امامی که در وزارت اطلاعات وقت بوده ارائه کرده به مجلس، که و بعد مسئله کوی دانشگاه و اینجور مسائل پیش اومد. بنابراین طرح مال اتاق فکر نیروهای امنیتی هست. حالا اینکه در واقع چرا این طرح مطرح شد، علتش و ریشش برمیگرده به اعتراضات اخیر. و توجه بکنیم در اعتراضات اخیر افراد مرجع جامعه، افرادی که پایگاه اجتماعی داشتن، مثل هنرمندا، مثل ورزشکارا، مثل نویسنده ها، اینها در واقع قرائت خودشون و خوانش خودشون رو از اعتراضات داشتن، نه قرائتی که حکومت مطرح میکرد. مثلا فرض بکنید آقای علی دایی معتقد بود که مثلا در منطقه خودشون دختر خانومی مثلا کشته شده، هر چقدر میخواستن متقاعدش بکنن که نه این خانم کشته نشده، ایشون زیر بار نمیرفت چون فکت داشت. بنابراین این برای حکومت خیلی گران تموم میشد، به خاطر اینکه اون حرف شخصی که فرد مرجع بود خب خیلی باثبات داشت و خیلی ها میپذیرفتن این حرفو. بنابراین تصمیم گرفتن که در واقع طرحی ارائه کنن که مهار کنن این افراد مرجع یا به قول معروف سلبریتی. حالا به همین دلیل طرح هم همینو میگه، میگه هر کسی که دارای پایگاه اجتماعی یا موقعیت اجتماعی یا خانوادگی هستش که در واقع مردم دنبال میکنن نظراتشو، اگر بیاد در هر موضوعی، حتی علمی از هر طریقی، یعنی حتی اگه مقاله علمی بده، قبل از اعلام رسمی مراجع رسمی حکومت اظهار نظری بکنه که حکومت این اظهار نظر خلاف واقع تشخیص بده، در واقع به حبس درجه 3، یعنی 10 تا 15 سال حبس تعزیری، جریمه و محرومیت اجتماعی 5 تا 10 سال محکوم میشه. و در واقع به نوعی میتونیم بگیم که این طرح در واقع مهار افراد مرجع جامعه هست، تحت فشار قرار دادن سلبریتی ها هستش، و این هستش که در واقع میگن باید شما حرف نزنید یا حرف حکومت رو بذارید. یعنی در واقع به طور استعاره میتونیم بگیم که این طرح نتیجهش این میشه که زبانها بریده، لبها دوخته، فکر نکنید، حرف نزنید، مگر اینکه حرف حکومت رو تکرار بکنید. و این طرح مسلماً خلاف قوانین قانون اساسی، قوانین عادی ایران، کنوانسیون ها، خلاف میثاق‌های بین المللی و حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر که ایران امضا کرده، و خلاف کلیه موازین بین المللی که در زمینه آزادی بیان و کرامت انسانی در واقع مطرح شده مغایر هست. و من امیدوارم که اگر هنوز هم اقلیتی هستن در مجلس که اون از اون حداقل عقلانیتی برخوردارن، با این طرح مخالفت بکنن. آخه میگید با این طرح مخالفت بکنن، اصلا خود مطرح شدن این طرح هم جالب هست، برای اینکه نمیدونم چرا فکر کردن خلأ قانونی داره جمهوری اسلامی برای سرکوب اظهار نظر. همین حالا هم موارد زیادی هست، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، یا در موارد خیلی جدی‌تر فساد فی‌الارض. یعنی واقعا احساس کردن خلأ قانونی دارن برای بازداشت کسی، چون به نظر نمی اومد در این مدت خیلی دشوار باشه کسی رو بخوان از حق آزادی بیانش منع بکنن. خیلی دقیق گفتی، یعنی من هرچی بررسی کردم دیدم که خب ما داریم، ما اگه کسی تشویش اذهان عمومی بکنه، حرف خلافی بزنه، پخشش کنه، مجازات داریم. از اون بعد همون تشویش اذهان عمومی رو هم
آوردن جالبه در افساد فلعز، یعنی گفتن اگر تشویش احزان عمومی در سطحی باشه که امنیت عمومی رو در واقع خدشه‌دار بکنه میشه افساد فلعز. حالا اومدن علارغم این که ما به حد کافی در واقع مجازات داریم، جرم‌انگاری داریم، اونم خیلی شدید، اما حالا اومدن اینو خیلی اختصاصی که حالا اگر افساد فلعز نبود چه میشه، یک و دو این و دو این که مثلا کمشونه که اگه افساد فلعرض نبود بخوایم یه دو سال برای تشریف شهزان عمومی بدیم. و هدف این طرح خلعش همین بحث مهار افراد مرجع هستش، یعنی حس کردن که در زمینه مهار سلبریتی ها که در این اعتراضات نخوندن خانش حکومت رو، حس کردن که برای مهار افراد مرجع و صاحب نظر نیاز دارن به یک قانون خاص، و این قانون خاص هم در واقع چنان با شدت تنظیم کردن که اگر تصویب بشه واقعا به نظر من فاجعه خواهد بود. ممنونم از شما. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو.